فاصله یک ماه از اعلام خبر جمعآوری کارت سوخت آزاد جایگاهداران در منطقه کرمان این خبر تکسیب شد هر دو خبر به نقل از مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان بوده و خبر اولیه هم در مصاحبه با صدا و سیما صورت گرفته سید باقر نورالدینی در این خبر تاکید کرده جمعآوری کارت های سوخت جایگاهداران در راستای مصوبات کارگروه پیشگیری از عرضه خارج از شبکه فرورده نفتی است با این حال او در اظهار نظر متناقض در 23 سوم خرداد ما گفته های خود را تکذیب کرده و جمعآوری کارت سوخت آزاد جایگاهداران را شایع خوانده این بار او اعلام کرده در تمامی جایگاه های سطح استان مطابق روال گذشته عرضه بنزین با نرخ یارانه 1500 تومانی و با نرخ غیر یارانه 3000 تومانی انجام شود و تمام مالکان خودروهای بنزینی می توانند پس از اتمام سهمیه سوخت یارانه ماهانه و یا ذخیره شده در کارت سوخت شخصی خود برای سوختگیری با نرخ 3000 تومانی تا سقف 250 لیتر از کارت شخصی خود و مالکینی هم که به هر دلیل فاقد کارت هوشمند سوخت هستند از کارت سوخت در اختیار جایگاه استفاده کنند. بعد از این اظهار نظر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در چند نوبت و در قالب مصاحبه و اطلاعیه حذف کارت سوخت آزاد جایگاهداران را تکذیب کرده با این حال به موازات این تکذیبی ها گزارش های مردمی از مراجعه به برخی جایگاه های ارزی سوخت حکایت از امتناع جایگاهداران از ارائه کارت سوخت آزاد جایگاه ها به مردم داشت و مردمی که کارت سوخت شخصی به همراه نداشتند اعلام کردند که جایگاهدار با اعلام اینکه کارت سوخت آزاد آنها جمع شده اقدام به ارائه کارت سوخت به متقاضیان برای سوختگیری با نرخ نکرده مرزی قاضی زاده کرمان نو برای دیدن ویدیوهای ما در یوتیوب کانال ما را سابسکرایب کنید